بله پیام، همونطوری که اشاره کردی، البته بر خلاف لندن ما امروز اینجا در تورنتو بعد از ماها هوای سرد، خب یک هوای آفتابی داریم و خب بسیاری از کانادایی ها امروز اومدن اینجا مقابل پارلمان اونتاریو هستیم و هم اکنون در حال حاضر در سمت چپ من آقای داگ فورد نخست وزیر اونتاریو در حال سخنرانی هستش. قبل از اون هم فرماندار اونتاریو صحبت کردن. هزاران نفر اومدن در مقابل پارلمان اونتاریو، خب وسایل بازی قرار دادن. بسیاری از کودکان اومدن بعد از میگم ماها هوای سرد و اومدن و اینجا دارن به نوعی خب یک آخر هفته خوب رو سعی می‌کنن سپری بکنن. من باید خدمت برخی از بینندگان عرض بکنم که خب کانادا یکی از کشورهای مشترک المنافع هست با بریتانیا و خب به نوعی در واقع توسط فرمانداری که پادشاه تعیین می‌کنه، پادشاه یا ملکه تعیین می‌کنه، در واقع همه چیز زیر نظر اون هست. منتها این رو باید بگم کاملا این در واقع مقامات کاملا تشریفاتی هستن. به طور مثال همین فرماندار کل رو در واقع شخصیت‌های سیاسی کانادایی انتخاب می‌کنن و حتما هم باید کانادایی باشه و خب این تنها مقامی هستش که میتونه در واقع نخست وزیر رو برکنار بکنه، چیزی که در تاریخ کانادا هیچ وقت رخ نداده. اینها نمادهایی هستن که خب بسیاری از کانادایی ها اینها رو میپسندن، همینطور بسیاری از ایرانی هایی که ساکن کانادا هستن سالها، چون ما داریم کسانی که در واقع از 40 سال گذشته در کانادا اومدن، خب این سیستم رو میپسندن. برای ایران هم در واقع علاقمند هستن که این سیستم پایه‌گذاری بشه. اونها معتقدن که خب این سیستمی از این دست میتونه یک ثباتی در ساختار سیاسی کشور ایجاد بکنه و خب میگم البته با توجه به حال نظرسنجی هایی که در سالهای گذشته هم انجام شده، بیش از 54%، تقریبا 54% از کانادایی ها این سیستم پادشاهی رو نمیخوان. ولی خب هیچ وقت در تاریخ کانادا برای خواستن یا نخواستن این سیستم پادشاهی هیچ وقت رفراندومی برگزار نشده. سالهای پیش در استرالیا رفراندومی برگزار شده که اکثریت مردم ماندن در اون کشورهای مشترک المنافع رو ترجیح دادن، ولی خب اینجا در کانادا هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. صدای توپهایی را هم میشنوید که در واقع واحد توپخانه ارتش کانادا در ضلع جنوبی این ساختمان در حال شلیک هستن. 21 توپ قراره که شلیک بشه و برنامه ادامه داره. شخصیت‌های محلی دارن اینجا سخنرانی میکنن و آقای داگ فورد سخنرانیشون رو تمام کردن همین الان و خب این برنامه ادامه داره تا ساعت‌های دیگه و فکر میکنم که در قسمت‌های بعد مهمان‌هایی داشته باشیم که بهتر و بیشتر بتونن در مورد اهمیت این مراسم توضیح بدن.